زمانی که شما در چیزی یا کاری که علاقه دارین در دنبالتون میرین، میخواین او هدف یا او مقصد داره که دارین میخواین او رو دست بیارین، شاید که زمانهای برسن ناامید شوین، بیترسین، نگران شوین و هزاران چیزهای دیگه شک و تردید سر رایتان میاید. و اگر او هدف یا او خواسته یا او مقصد داره که میخواین دیو برسین، اگر چیزی هست که او با باید آوردن از او با می که هر زمانی که در بارش فکر میکنی که او رو به دیست بیاری، قلب تو را آرامش میدی و هر چقدر که در دنبال از او هدف کار کنی، تلاش کنی برای خلق کردن از او، برای به دیست آوردن از او، هیچ وقت احساس کار و یا فشار و استرس نمی کنی. انوزم برید انرژی میدی، برای شوق میدی. ما برید میگم که مهم نیه که چیزا سر رایت قرار مگره، حتما دنبال از او چیز برو که او چیزی که میتونه زندگی تو مفهوم ببخشه. همیشه از آدم های یاد بود میمانه، از انسان های یاد بود میمانه که در اول وقتی که میخواید دنبال یک هدف، دنبال یک چیزی بره، او رو دیگه آدم ها مثل دیوانه یا یک آدمی نافهم یا یک آدمی خیلی تخیلی میبینه. ولی اگر خودت او هدف یا او خواسته یا زندگی رو که میخواید، روابی داره که میخواید، جرأت و اعتماد به نفس رو که میخواید با خود بیاری، اگر او چیزی که هر وقت در بارش فکر میکنی در قلبی دارامیش میده و یک شوق و یک احساس متفاوت رو تجربه میکنی، ما برات میگم که از هیچ چیزی نترس، با فکری هر گپ مردم و با فکری از این و از اون نشو، در دنبال از اون خواسته، از اون هدف حتما برو. چرا که اگر در دنبال از اون خواسته، دنبال از اون هدف نروی، هر زمانی که برسه، هر زمانی اگر یک هدفی داره که هر وقت دربارش فکر میکنی، دربارش نوشته میکنی، تلاش میکنی که رو به دست بیاری، به قلب آرامش میدی، اگر به دنبال از اون نروی، نادیده بگیری، نظر به شرایط مالی رقم است، خانواده نمیذاره یا جامعه مثلا بد میبینه، یک زمانی میرسه که او هدف بسیار است دور میشه و او وقت تمام او انرژی و قدرت و شرایطی که داشت همگیش از دست میره. و او زمان تنها یک حسرتی در ذهنت میمونه که کاش که در اینقدر سال پیش ما دنبالی از او چیزی رو که میخواستم و هدفی رو که میخواستم با دنبالی از برو. پس بهترین زمان، بهترین شرایط اینمی زمان حالی است در هر شرایطی که هستی. مهمی اگر در یک کشور مثل افغانستان هستی، در بهترین جایش هستی، اینترنت کم دسترسی داری، شرایط خوب دیه، هر هدف خاصی که داری از اون منج شکرگزار باش و همیشه یک از عادتایی که باید برای خود بشانونی اوی است که سپاسگزاری و شکرگزاری است. هر چقدر که شکرگزار باشی و انسان مثبتی باشی، خود را دور کنی از خبرهای منفی، خبرهای فیسبوکی، کشتار و زخمی و فلان و نفاق و نفرت و ایگه با، هر چقدر خود دور کنی، مقدر آرامش در ذهنیت میاید و مقدر توانایی تمرکز و فوکس کردن میمانه که روی از او هدف و از او خواستی خود مثلا تمرکز کنی. خیلی کسا یا خیلی انسان ها میتونه بسیار آدم های موفق شوه، بسیار آدم های شوه که از نظر مالی، از نظر شرایطی بسیار چیزهای خوب رو به دست بیاره، ولی اونا از چی ترسیدن؟ از این که مردم چی میگه؟ یا اگه ما دنبال از این بیرون تنانه شویم، از خانواده جدا میشویم، از برادر جدا میشویم، از این جدا میشویم؟ ما برید میگم که اگر هدف چیزی که به قلبی دارامش میده و هر زمانی که دوباره فرزن اگر میخوای یک آدم چی شوی، سیاست مدار شوی، وقتی میری کتاب میخونی، مطالعه میکنی، مقاله نوشته میکنی، پست نوشته میکنی، هر چقدر که انجام میدی احساس نمیکنی روز و مدت روز و ساعت ها همون رقم میزره که ایش خبر داشت. وقتی که میخوای یک تحقیق انجام میدی، صبح شروع میکنی، یک زمان میبینی که شوش ایش خبر نمیشی، بفهم که اون چیزی است که تو میتونی اونمو موفق شوی. او چیزایی که مردم میگه جالب است، مثلا خانم بیشتر در فرهنگ ما هست، هم فرزندای خود مثلا میگه برو درس بخوای، انجینر شو، دکتر شو، فلان شو، و اگه برو بخونی یک کاری میشه، یک ماشین داری، یک زندگی. ولی چیزی که میخوای در قلب چند میگه، چیزی که میخوای به او بود انسان شوی که بعد از تو یک یاد بودی است بمانه و همیشه تو رو من حیث افتخار دیگه انسان ها بعد از تو یاد کنن. او چیز چیزیه که هر وقت دربارش فکر میکنی قلب و روح زنده میشه و او چیز تو باید دنبال کنی. اگر او رو پیدا نکدی که او چی است در زندگی تو نوزه، ما برید میگم که برو به دنبال کارهای دیگه، کارهای متفاوت است، که نقاشی، نویسندگی، سیاست، بیزنس، هر کار برو در بارش معلومات بگیر، هر چیزی در بارش مثلا کتاب بخون، مقاله بخون، هر چیزی که تو رو علاقه‌مند نشست، ببین که از بین از اونها یک کار است که
تو هر چقدر که درباره تحقیق کنی، کتاب بخونی، دربارش معلومات بگیری، گپ زدن با مردم است، بیزینس است، خیاطی است، آشپزی، هر چقدر که انجام بدی، تو را نوزم یک شعف و یک زنده بودن در قلبت میاره، هیچ احساس خستگی نمیکنی. کاری که تو باید دنبال کنی و کارهایی که مثلا مردم میگه خوبه، ماشش خوبه، دیزاین کامپیوتر فلان است، اگر تو میری بعد از یک ساعت تمرین، دو ساعت تمرین، تمام حوصله‌ات رو میگیره، دیگه حالش رو نداره، ولی بس خاطر اینکه مردم میگه خوبه، او به هیچ وقت به جایی نمیرسه. همیشه انسان ها در چیزی در جایی برسه که چنگ به قلبش میزنه، باید رو پیدا. اولین چیز هم در این پروسه که تو بتونی خواسته و هدف خود پیدا کنی ویسته که جرأت و اعتماد به نفس خود بسازه. اولین پله، اولین قدم موفقیت جرأت و اعتماد به نفس است. اگر ما از یک جرأت و اعتماد به نفس پایین برخوردار باشیم، مهم نیست که چی مهارت را یاد داری، مهم نیست که چی را انسان هستی، نمیتونی او را قشنگ ارائه کنی، نمیتونی او را قشنگ پرزنت کنی پیش روی دیگران. ولی وقتی که تو یک جرأت و اعتماد به نفس خوبی داری، وقتی که تو توانایی خود بالا میبری، وقتی که با خود با آرامش برسی، وقتی که تو ارتباطات خود قوی میکنی، رابطه خود با انسان ها قوی میکنی، در بین هم قشنگ حرف میزنی، او وقت است که هر مهارت دیگه ایرم که داشته باشی میتونی قشنگ پرزنت کنی، قشنگ راه کنی و از اون مهارت خود انسان شوی که نام در تاریخ ثبت شد. تشکری میکنم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند میسپارم. موفق باشید.